نیازمندی ما نسبت به خدا تو دو مرحله است، هم در مرحله پیدایش هم در مرحله بقا. عین نیازمندی برق به مولد برق و متفاوت با نیازمندی مصنوع به سانه. آخه نیازمندی مصنوع به سانه فقط توی مرحله است، فقط تو پیدایشه، دیگه در بقا نیست. آخه کار خدا آفرینشه، ولی کار یک سازنده چینشه. هر وقت توی آیه لغت فقر رو دیدیم برمیگرده به نیازمندی ما به خدا. هر وقت توی آیه لغت غنی رو دیدیم برمیگرده به بی‌نیازی خداوند. ما فقیریم، در نتیجه همیشه از خدا درخواست داریم. خدا بی‌نیازه، در نتیجه همیشه دست اندر کار امری هستش. خطاب اون آیه به مردم بود، چون اول آیه میگفت یا ایها الناس، و یادمون باشه بعد از غنی همیشه حمید میاد، یعنی میگه بی‌نیاز ستوده. ما دو نوع شناخت از خداوند داریم، شناخت فطری داریم، شناخت عمیق‌تر داریم. شناخت فطری برمیگرده به درک حضور و حکمت خدا. شناخت عمیق‌تر اکتسابیه، برمیگرده به درک وجود و صفات خدا. ما باید به شناخت عمیق‌تر برسیم. چه جوری؟ با درک نیازمندی خود در پیدایش به خدا. اثبات کن، مقدمه اول. موجودات وجودشون از خودشون نیست، مقدمه دوم. هر چیزی که وجودش از خودش نباشه نیازمند دیگری است. پس نتیجه گیری، موجودات نیازمند دیگری هستند. یک موجود فقط در چه صورتی نیازمند دیگری نیست؟ اینکه ذاتن وجود داشته باشه. یعنی چی ذاتن وجود داشته باشه؟ یعنی وجودش متکی به خودش باشه و تمام. به 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 میبینی؟ یعنی ما زمانی که بیایم درس و جلسه دوم شروع میکنیم، اول خانه سوم جلسه قبل رو با هم دیگه استارت میزنیم، چیزی که گفتیم رو دوره میکنیم، بلافاصله بعدش تستای تعمیق رو میزنیم. آقا اون تست قبلی ها اسمش چی بود؟ اونا تثبیت بود. این اسمش چیه؟ این تعمیقه. تعمیق یعنی چی؟ یعنی تستای کنکور سراسری برتر اون درس و درسی که هفته قبل دادیم و حالا با هم دیگه میزنیم. میبینی عزیزم؟ پس من امروز درس یک رو درس میدم، خانه دوی تثبیتش رو اجرا میکنم، جلسه بعد میام خانه سه یعنی دورش رو اجرا میکنم، بلافاصله خانه چهارش رو اجرا میکنم. یعنی چی؟ یعنی تستای برگزیده کنکوری درس یک سال دوازدهم رو براتون میزنم. آها خیلی خوب، اینا چهار تا خان. آها خانه پنجم و ششم و هفتم چیه؟ اونا چیزای لوکس کلاسه، اونا چیزای ممتاز کلاسه. تا اینجا وظیفه من بود، فقط من سعی کردم وظیفم رو در یک بستر زمانی خوشگل براتون ارائه بدم. ولی از اینجا به بعد یه سری کارهای باحال و متمایز کننده است که شماها رو 100 تا سر و گردن از بقیه بالاتر میندازه. خانه پنجم، آزمون‌های آزمایشی کشوری براتون نقد میشه. یعنی چی؟ مثلا همین جمعه ما آزمون گزینه 2 داشتیم و آزمون قلمچی داشتیم. یعنی یه چیزی تقریبا حدود 50 تا تست به بانک تست کنکور ایران اضافه شده، اونها براتون نقد میشه و براتون گفته میشه. این میشه خانه پنجم. یعنی هر دو هفته یک بار که آزمونهای آزمایشی برگزار میشه، حالا بعضی هاشون سه هفته یک بار، اونها براتون نقد میشه، براتون گذاشته میشه. میبینی؟ یعنی خانه پنجم میشه مکمل کارهایی که تا اون روز کردیم، بررسی آزمونهای آزمایشی که برگزار میشه. خیلی خوب. آقا مگه چیز دیگه میمونه؟ بله، تستای رجعت میمونه. دقیقا، تستای رجعت. یعنی چی؟ من اینو خیلی دوستش دارم. خانه ششم میشه زدن تستای رجعت. رجعت یعنی چی؟ یعنی بازگشت. شما زمانی که یک فصل مطالعاتی تموم بشه، مثلا آقا دین و زندگی سال دهم براتون تموم بشه، خب چه اتفاقی میفته؟ میایم تستای رجعتشو با هم دیگه میزنیم. یعنی چی تستای رجعتشو با هم دیگه میزنیم؟ یعنی میایم یک بار یه 25 تا تست هم تراز کنکور، هم سبک کنکور، به قول معروف هم سطح کنکور، عین کنکور، شبیه ساز کنکور با هم دیگه میزنیم یه 25 تا تست، که چیزایی که تا به امروز خوندیم توی مثلا دینی سال دهم کامل یاد بگیریم. یعنی درس 1 تا 12 دینی سال دهم براتون گفته میشه، خانه 1 2 3 4 5ش اجرا میشه، خانه ششم میاد وسط، حالا تستای رجعت. یه 25 تا تست خوشگل با هم دیگه میزنیم در ارتباط با جمع‌بندی آنچه که گفتیم در ارتباط با 12 درس دینی سال دهم برای بچه رشته ریاضی و تجربی، 14 درس رشته انسانی برای سال دهم. خیلی خوب. آقا تموم؟ نه عزیز دلم، یه چیز دیگه میمونه، خانه هفتم. خانه هفتم چیه؟ به به،
همه اینا رو که زدی آماده میشی برای اینکه کنکور رو بری و صد بزنی. خب آقا خب تمومه دیگه، مگه بالای صد داستان دیگه ای داریم؟ آره یه داستان دیگه ای داریم. داستان چیه؟ اگر مثل کنکور ریاضی امسال، نه دینی ریاضی ها، مشکلی داره توی صدا و تصویر؟ مرسی، اینو داشتم میگفت.